هر رنگ ادرار میتونه نشانه ای باشه برای یک بیماری که شاید خیلی هامون به اون توجه نمی کنیم و خیلی هامون هم اگر توجه میکنیم اطلاعات کافی راجع به اون نداریم. امروز خدمتتون عرض خواهم کرد که رنگ های مختلف ادرار نشانه چه هستند و چه چیزهایی رو به ما اخطار میدن و چه وقتهایی میتونن نگران کننده باشن. سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیزم، پوریا هستم و خیلی خوشحالم که با یک ویدیو جدید در خدمت شما عزیزان دلم هستم. بیش از یک ساله که کنار هم هستیم. حالا سوای از عزیزانی که تازه با این ویدیو با چنل ما آشنا میشن، همیشه گفتم که ما مثل یک خانواده با هم هستیم و این رو واقعا قلبا عرض کردم خدمتتون برای سابسکرایبرهای عزیزم و امروز هم با شمایل ساده خدمتتون رسیدم تا این ویدیو رو به سمع و نظرتون برسونم، تا یکم فضای صمیمی‌تری بین من و سابسکرایبرهای عزیزم به وجود. اما تغییر رنگ ادرار رو داریم امروز. قبل از اینکه به موضوع ویدیو امروز بپردازیم، کانال رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنار سابسکرایب رو هم فعال بکنید تا به محض انتشار ویدیوهای جدید از اونها مطلع بشید. همچنین اگر ویدیو رو دوست داشتید اون رو لایک بکنید و برای دوستان و آشنایان خودتون هم بفرستید تا اونها هم با ما و چنل ما آشنا بشن و به خانواده ما بپیوندند. من رو در قسمت کامنت ها همچنین از نظرات ارزشمند خودتون بی‌نصیب نگذارید. اما تغییر رنگ ادرار نشانه چیه؟ ادرار شامل آب اضافه و مواد زائدیه که کلیه ها از خون تصفیه میکنن. بسته به نسبت آب به مواد زائد، رنگ طبیعی ادرار میتونه از زرد کم رنگ تا کهربایی که رنگ طلایی تیره هستش متغیر باشه. معمولا در شرایط کم آبی یا دهیدراته بدن رنگ ادرار به کهربایی تیره متمایل میشه. دقت کنید که همیشه باید ادرارتون ظاهر شفافی داشته باشه. اگر برای چند روز حالت کدر یا ابری پیدا کرد، میتونید به وجود عفونت کلیه یا مجاری ادراری شک بکنید. جالبه که بدونید که رنگدانه ها و سایر ترکیبات موجود در برخی از غذاها و داروها میتونه رنگ ادرار شما رو از زرد به رنگ دیگه ای تغییر بده. به عنوان مثال، چغندر، انواع توت ها و لوبیا فاوا از جمله غذاهایی هستن که بیشترین تاثیر رو روی رنگ طبیعی ادرار دارن. علاوه بر این، مصرف بسیاری از داروهای بدون نسخه و تجویزی هم ممکنه به عنوان عارضه جانبی باعث تغییر رنگ ادرار به قرمز، زرد، آبی و یا مایل به سبز بشه. از نظر پزشکان، همیشه تغییر رنگ ادرار دلایل ساده‌ای ندارن. گاهی رنگ غیر معمول ادرار میتونه نشانه ابتلا به یک بیماری باشه. به عنوان مثال، اغلب مشاهده ادرار قرمز تیره یا قهوه‌ای مشخصه شناسایی اختلال پورفیری که یک اختلال نادر و ارثی گلوبول‌های قرمز خون هستش میتونه باشه. به همین دلیل توصیه میکنم که اگر رنگ ادرار شما غیر طبیعیه و نمیتونید علت اون رو مشخص بکنید، حتما با پزشک خودتون قرار ملاقات بذارید و باهاش در میون بذارید این مورد رو. در برخی موارد تغییر رنگ ادرار ناشی از یک سری شرایط پزشکی جدیه که نیاز به درمان فوری دارند که به جزئیات اونها در ادامه بیشتر اشاره خواهیم کرد. معمولا رنگ طبیعی ادرار یا رنگ ادرار زرد بسته به مقدار آبی که می نوشید میتونه متفاوت باشه و به سمت سفید متمایل بشه. خوردن مایعات کمک میکنه تا رنگدانه های زرد رنگ که اوروکروم نامیده میشن در ادرار رقیق تر بشن. بنابراین هرچه بیشتر بنوشید ادرار شما روشنتر و صافتر به نظر میرسه و وقتی که مایعات کم مصرف میکنید غلظت ادرار بیشتر میشه و رنگ اون تیره تر میشه. کمابی شدید میتونه ادرار رو به رنگ کهربایی تیره یا حتی قهوه‌ای روشن تغییر بده. بنابراین در پاسخ به این سوال که ادرار بیرنگ و شفاف نشانه چیه، میتونیم بگیم که مصرف کافی یا بیش از حد آب در روز میتونه این شفافیت رو تغییر بده. اما ممکنه صبح یک روز عادی از خواب بیدار بشید و متوجه بشید که ادرار شما قرمز، قهوه‌ای تیره، سیاه، آبی و یا حتی سبز شده که مطمئناً باعث نگرانی شما خواهد شد. اما در ادامه علت تغییر رنگ ادرار رو خدمتتون عرض خواهم کرد. تغییر رنگ ادرار اغلب همونطوری که گفتیم به دلیل مصرف داروها یا برخی از غذاها و رنگهای غذایی ایجاد میشه. در برخی از موارد تغییرات در رنگ ادرار میتونه ناشی از یک آسیب، عفونت یا سایر بیماری‌های زمینه‌ای و مشکلات سلامتی خاص باشه که شما تا الان از اون بی اطلاع بودید. به همین دلیل
همچنان توصیه میکنم که در هنگام تغییر رنگ ادرار بیدلیل نگران نشید و با آرامش به پزشک عمومی یا پزشک متخصص اورولوژی مشورت بکنید. اما علت تغییر رنگ ادرار به رنگ قرمز یا صورتی چه چیزی میتونه باشه؟ ادرار قرمز برخلاف ظاهر نگران کنندش چیز خاص و جدی نیستش، چرا که میتونه ناشی از یکی از این موارد باشه که خدمتتون عرض میکنم: وجود خون در ادرار. معمولا عواملی که میتونن باعث مشاهده خون در ادرار بشن عبارتند از عفونت‌های دستگاه ادراری، بزرگ شدن پروستات، تومورهای سرطانی و غیر سرطانی، کیست‌های کلیه، دویدن طولانی مدت و آسیب شدید عضلانی، سنگ کلیه یا مثانه و مسمومیت ناشی از سرب یا جیوه باشه که در این حالت خب قطعاً جدی هستن. اما مصرف خوراکی های خاص مثل چغندر، شاهتوت و ریواس میتونه رنگ ادرار رو به قرمز یا صورتی تغییر بده و در این مورد جایی هیچ نگرانی نیست. اما استفاده از داروها، به عنوان مثال انواعی از آنتیبیوتیک ها مثل ایفامپین که اغلب برای درمان سل استفاده میشن و میتونه رنگ زرد ادرار رو به رنگ نارنجی متمایل به قرمز زر بیاره. در مورد تغییر رنگ ادرار با فنازوپیریدین، دارویی که ناراحتی دستگاه ادراری رو تسکین میده و مشاهده رنگ غیر طبیعی ادرار پس از مصرف ملین‌های حاوی سنا هم جای بحثی درشون نیست. اما علت تغییر رنگ ادرار به رنگ نارنجی چه چیزهایی میتونه باشه؟ باز هم مصرف یک سری از داروها، داروهای ضد التهابی مثل سولفاسالازین و یا فنازوپریدین و برخی از ملین‌ها و داروهای شیمی درمانی خاص میتونن رنگ ادرار رو نارنجی بکنن. و اما وجود مشکلات پزشکی میتونه دلیل دیگری باشه که رنگ ادرار به نارنجی تغییر پیدا کرده. در مورد رنگ ادرار نارنجی، وجود مشکل در کبد یا مجرای صفراوی شما میتونه علت باشه، به خصوص اگر همزمان مدفوع روشنی هم داشته باشید. اگر برای بیماری کبدی تحت درمان هستید، با پزشک خودتون در مورد تغییرات رنگ ادرار خودتون صحبت بکنید و کم آبی یا دهیدراته بودن بدن هم میتونه رنگ ادرار شما رو نارنجی رنگ بکنه. اما علت تغییر رنگ ادرار به سبز یا آبی چه چیزی میتونه باشه؟ مصرف رنگ‌های غذایی. برخی از مواد موجود در غذاها میتونه باعث تغییر رنگ ادرار به فسفوری بشه. از طرفی رنگ‌هایی که برای برخی از آزمایشات به منظور بررسی عملکرد کلیه و مثانه استفاده میشه میتونه ادرار رو آبی رنگ یا سبز رنگ بکنه. همچنین مصرف برخی از داروها مثل تریپتیلین، ایندومتاسین و پروفول ادرار آبی یا سبز تولید میکنن. اما ابتلا به بیماری، شرایط پزشکی هایپرکلسمی خوشقیم خانوادگی یک اختلال ارثی نادره که گاهی اوقات سندروم پوشک آبی هم نامیده میشه، چرا که کودکان مبتلا به این اختلال اغلب ادرار آبی رنگ دارن و گاهی اوقات هم ادرار سبز در هنگام عفونت‌های مجاری ادراری ناشی از باکتری به نام سودوموناس ایجاد میشه. اما علت تغییر رنگ ادرار به قهوه‌ای تیره یا سیاه چه چیزی هستش؟ باز هم مواد غذایی مثل لوبیا فاوا، ریواس یا آلوه ورا میتونه باعث تغییر رنگ ادرار به قهوه‌ای تیره بشه. برخی از داروها مثل داروهای ضد مالاریا مثل کلوروکین و پریماکین، آنتیبیوتیک هایی مثل مترونیزادول و نیتروفورانتوئین، ملین های حاوی کاکارا یا سنا و متوکاروامول میتونن ادرار رو به رنگ تیره در بیارن. و اما وجود شرایط پزشکی خاص، برخی از اختلالات کبد و کلیه و برخی از عفونت های مجاری ادراری هم میتونن ادرار رو قهوه‌ای رنگ بکنن. معمولا علت تغییر رنگ ادرار و سوزش در مردان همین مشکلات هستن. اما در این مورد ورزش های شدید و ناگهانی هم میتونه باعث ایجاد رنگ قهوه‌ای در ادرار بشه. آسیب عضلانی ناشی از ورزش شدید میتونه منجر به آسیب مجاری ادراری و کلیه ها بشه، احتمالاً با ادرار صورتی قرمز و یا قهوه‌ای در این حالت مواجه میشید. اما یک سری از دلایل دیگه مثل خوردن مولتی ویتامین هم میتونه تغییر رنگ ادرار به کهربایی یا طلایی روشن رو باعث بشه، که این مسئله جای نگرانی نداره، چرا که جذب گوارشی ویتامین های B و کاروتن باعث این مسئله میشن. اما در مورد تغییر رنگ ادرار در کرونا، یکی از عوارض جدی که این ویروس برای بدن داره مشکلات کلیوی، به حدی که گاهی نیازه که
انجام دیالیز در فرد بیمار صورت بگیرد. از علائم شایع اختلال در فیلتراسیون کلیه در اثر ابتلا به کووید 19 میتونیم به کاهش حجم ادرار، صورتی یا قرمز شدن ادرار به دلیل وجود خون، ادرار کدر و کفالود و همچنین افزایش و یا کاهش فشار خون اشاره کنیم. اما فاکتورهایی که میتونه تأثیر بذاره در تغییر رنگ ادرار شامل سن، که اگر بالای 50 سال باشید گاهی اوقات به دلیل بزرگ شدن غده پروستات دفع خون در ادرار رو تجربه خواهید کرد. سابقه خانوادگی و ارثی هم میتونه احتمال ابتلا به این مشکلات رو افزایش بده و همچنین ورزش سنگین. اگرچه دوندگان مسافت بیشتر در معرض خطر هستن، اما هر کسی که به شدت ورزش میکنه ممکنه که مشاهده خون در ادرار رو تجربه بکنه. در این مورد اگر هر نوع تغییر رنگی در ادرار خودتون دیدید، باید تحت آزمایش‌های لازم قرار بگیرید و علت اون مشخص بشه. اما درمان تغییر رنگ ادرار با طب سنتی، یک سری از گیاهایی هستند که میتونن برای کنترل این مشکل مؤثر باشن. در واقع یکی از راه‌های تشخیص بیماری‌ها در طب سنتی بررسی رنگ ادراره. در صورتی که تغییر رنگ ادرار در اثر مشکلات کلیوی باشه، مصرف دمنوش‌های گیاهی گلپر، جنسینگ، زالزالک و قاصدک واقعاً میتونه مؤثر باشه. اما چه زمانی باید به پزشک مراجعه بکنید؟ اگر خون قابل مشاهده در ادرار دارید یا اگر رنگ ادرار شما صورتی روشن یا قرمز تیره است، فوراً به پزشک مراجعه کنید. این مسئله میتونه ناشی از یک بیماری جدی مثل عفونت مجاری ادراری یا سنگ کلیه باشه و باید در اسرع وقت تشخیص داده بشه. دفع خون از ادرار بدون هیچ گونه دردی ممکنه نشانه مشکل جدی‌تری مانند سرطان باشه. اما ادرار نارنجی رنگ. ادرار نارنجی رنگ میتونه یک بیماری جدی رو به شما هشدار بده. در صورت قهوه‌ای شدن ادرار، به خصوص اگر مدفوع کمرنگ و پوست و چشمان شما زرد باشه، یعنی مجموع این علائم رو با هم داشته باشید، ممکنه کبد شما دچار اختلال در عمل کرده خودش شده باشه و افرادی که علائم کمابی شدید رو نشون میدن باید فوراً به پزشک مراجعه بکنن. امیدوارم هر جا که هستید سالم و سلامت و به دور از انواع بیماری ها باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.